درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید رسانه های حکومتی گزارش دادن که فرمانده انتظامی مهاباد و یکی دیگر از نیروهای ناجا زخمی و روانه بیمارستان شدند و در شهر آمل دو بسیجی توسط افراد ناشناس کشته شدند و معاون امنیتی استانداری آمل با اشاره به اینکه هر دو نفر با کلت از فاصله نزدیک هدف قرار گرفتن گفت که شورای تامین شهر تشکیل جلسه داده و قراره که دو بسیجی را روز جمعه دفن کنند و این در حالیه که مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف رئیس طبیله مجلس در توییتی نوشته که در دو روز اخیر هفت نیروی امنیتی در کشور کشته شدند و اینکه هفته نامه اکونومیست در مطلبی نوشت شواهدی وجود داره که نشان میده اعتراضات در ایران با گذشته متفاوت و ستونهای جمهوری اسلامی را لرزان و احتمال سقوط حکومت دینی در ایران وجود داره. در همین رابطه نامی درس کرده از فرماندهان ارشد که دستور آماده باش به تمامی نیروهای بسیج، سپاه و گارد ویژه و همه امت همیشه در صحنه سردار غلام رضا سلیمانی فرمانده مقاومت بسیج و سردار حسین اشتری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار کرمی فرمانده کل گارد ویژه طی فراخان مشترکی از همه نیروهای بسیج و تمامی امت همیشه در صحنه خواستند که فورا خودشون رو به نزدیکترین پایگاه بسیج معرفی کنند و در ادامه این حکم آمده که سهشنبه روابط عمومی بسیج فراخان داد و با کمال تعصف صبح روز بعد جز تعدادی معدود از یاران با وفای آقا کسی در پایگاه ها حضور نیافت که متاسفانه تعدادی از همان حضور یافتگان نیز در تعادل قوای به شدت نابرابر با دشمن و منافقینی که روز چهارشنبه تمام ایار به صحنه آمده بودند شربت شهادت سر کشیدن و تعدادی دیگر نیز اکنون با نقض عضو و از دست دادن چشم و غیره در بیمارستان هستند لذا این بار فرماندهان ارشد خود به صحنه آمدند تا کسانی که بزرگی دشمن و طولانی شدن اختشاشات و شدت عمل آشوبگران حراس شیطانی در وجودشان تنیده رو بیدار کنند و مهمترین تبلیغی که دشمن در جامعه و میان نیروهای بسیج و مدافع امنیت راه انداخته و اکنون در فضای مجازی دست به دست میچرخه این فوبیاس که به زودی جمهوری اسلامی ریق رحمت رو سر میکشه و مقامات و فرماندهان ارشد نیز از همکنون در حال خارج ساختن خانواده و سرمایه های خودشونن و فردا اگر خدایی نکرده آن حادثه تلختر از زهر حلاهل رخ بده به سرعت از کشور خارج خواهند شد و آنگاه نیروهایی که کف خیابان از جمهوری اسلامی دفاع می کردن میمانن با 80 میلیون مردم خشمگین و تشنه انتقام و همین فضاسازی دشمن باعث شده که از همکنون بسیاری از نیروهای وفادار نظام حتی تا سطوح فرماندهی پایگاه ها سست بشن و تعدادی متواری شده و تعدادی تمرس کنند و ادهی هم عذر و بهانه عجیب و غریب بیارن و از حضور در پایگاه های بسیج دوری کنند. لذا با یادآوری این فرمایش مقام معظم رهبری که نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن مقابل آن از دستورهای مهم قرآنه که در دوم شهریور 99 گفتن از همه یاران و نیروهای مخلص نظام و امام میخواهیم که رأس ساعت شش در تمام پایگاه های نزدیک حاضر بشن چون دشمن میخواد که سراسر کشور رو به آتش بکشه حتی فراتر از چهارشنبه چهار آبان و بدونیم که همه ما در یک کشتی هستیم و اگر خدایی کرده این کشتی در گرداب عظیم کنونی غرق بشه همه با آن غرق میشیم و این در حالیه که طبق گزارش های دریافتی 70 درصد استان کل کشور درگیر انقلاب ملی هستند و حداقل در چهل شهر معموران در حال جنایتند و طبق گزارش های محرمانه معموریت شیفت تمام 80 درصد سرکوبگران تا ساعت ده شبه پس اصلا پا پس نکشیم و آخرین ضربه سنگین را به حکومت منفور شیطانی وارد کنیم چون جمهوری نکبت اسلامی به خیال خودش میخواد از ریزش طرفداران سنتیش جلوگیری کنه ولی الان به جایی رسیده که هر حرکتی بزنه به ضررشه مثل سناریوی تروریستی، سینما سوزی، آتش زدن بانک و اموال عمومی و غیره. و شاید خبر ندارید اما سران اصلاحات به تکاپو افتادن برای دیدن رهبر زلیلشون تا صدای انقلاب را به گوش کفتار پیر برسونن و برخی در خلوت فرو رفتن برخی بیانیه میدن برخی به دنبال مهاجرتن برخی هم دنبال اختار به بیتن و در جمعشون ذکر یک جمله خیلی مهمه اینکه دیگه جامعه فریب نمیخوره هممون رو تکه پاره میکنن و سید کذاب اصلاحات هم میدونه که ما از رگ گردن بهش نزدیکتریم و به خاطر تمام سالهایی که جوانیمون رو سوزاندی و برای سعید زینالی، برای ندا، برای همه خونهایی که با آن وضو گرفتی و پشت پیشواد نماز جنایت خاندی باید جواب پس بدی. طبق اخبار دریافتی ریزش در بین نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج در تهران و استانهای مختلف و به طور خاص کلان شهرها به شدت افزایش پیدا کرده به طوری که با کمبود نیروی جدی مواجه شدن و برای اینکه جلوی این ریزش ها رو بگیرن و به نیروهای روحی باخته خودشون روحیه بدن برخی از خانواده های مزدوران رو نزد آنها فرستاده و با دادن شاخه گل و تقدیر از اونا میخوان که ضعف و زبونیشون رو بپوشانند و از قرار اطلاع برخی از نیروهای کادر رد بالای اطلاعاتی نیز از این پیشتر از کشور گریختن. من اگر با این پوشش تو خیابون میام اصلا به منزله این نیست که نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارم این پوشش هم رو خودم دوست دارم نه جمهوری اسلامی رو دوست دارم و نه به خاطر احترام به حکومت این چادر رو میپوشم وبسایت خبری اینترسپت آمریکا به اسناد داخلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رگولاتوری دست یافته که نشان میده جمهوری نکبت اسلامی با کمک ابزاری به نام سیام تلفن همراه معترضان و مخالفان خودش رو ردگیری و کنترل میکنه عزیزان توجه کنید این نقشه شوم نقشه شوم نقشه است که در اتاقهای فکر کاخ سفید و رژیم صهیونیستی تعبیه شده است شواهد نشان میده که کار تمامه و خامنه ای خل اصلاح شده خامنه ای سالها پیش در جمعی گفته بود که دلیل سقوط شاه عقب نشینی جلوی معترضان بود و دکترین خامنه ای بر دو ستون اصلی استواره اول یک گام به پیش به جای یک گام عقب خامنه ای مثل صدام حسین همواره نسبت به هر تهدیدی مهاجمه و به جای عقب نشینی همیشه پیش روی میکنه. مثلا اگر آزادی بخواید اول هجاب رو ممنوع میکنه به هجاب اعتراض کنید استادیوم رو ممنوع میکنه به آن اعتراض کنید سگ و گربه رو ممنوع میکنه و به این ترتیب شما با هر اعتراضی مدام عقبتر رانده میشید و به فرض کسب چمپل پیروزی پرهزینه حتی به نقطه اول باز نمی گردید. ولی در این دوره مردم رأس نظام را هدف گرفتند و ول نمی کنن و تلاش خامنه ای برای پیشروی و جنگیدن در یک زمین فرعی دیگه بی نتیجه بوده و این بار مردم در حال پیشروی و دوم این که در طول 43 سال با اختلاف زیاد اصلی ترین و مهمترین تاکتیک حکومت پیروزی با ترساندن بود و رژیم بیشترین پیروزی رو نه با زورآزمایی مستقیم که با ترساندن و نمایش شکست ناپذیر بودن خودش به دست آورده بود و ماشین های سیاه بزرگ و معموران قلدار سیاه پوش و همچنین رژه های اختدار و نمایش تحقیر و عباش و گردن کلوفتا و اعدام و شلاق در ملع عام و غیره به ویژه تهدید به پیگیری قضایی و مجازات و دردسرهای آینده اما همه این حیبت پوشالی در عرض 24 ساعت توسط جوانان ایرانی متلاشی شد آیا صحنه حمله ای آن جوان تهرانی با شاتگان به دست مسلح رو دیدید؟ سینه سپر کردن جوانان آمولی جلوی گلوله ها رو دیدید؟ و اگر ما چشمانمون از دیدن دلاوری های مردممون تر میشه مطمئن باشید که نفس اینها گرفته میشه و تا مرز سکته و خفگی میرن چون دیوار ترس دیگه فرو ریخته و صدلی خل اصطلاح شده مهم نیست که چه بلوفی میزنه کار تمامه بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.